ها بقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی، و از طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان عزیز و نازنین و محترم هستم. در ایران که خب همه منتظر این سالروز در گذشت مهسا امینی هستن، یکی از قهرمانان زن مملکتمون، که جمهوری اسلامی هم در واقع دارن جوری به دردسر عجیب غریب میندازندش و همونطور که قبلا هم اشاره کردم به گیر و به بند عجیب غریبی اطلاعاتی ها و سپاه و خلاصه تمام مزدورا و حقوق بگیرای جمهوری اسلامی را انداختن و هر کسی که سایه شو ببینن که از این سایه بترسن دستگیرش میکنن. بعضی وقت از سایه خودشون هم دارن اینا میترسن. در مناطق مختلف ایران تقریبا یه شرایط آتش زیر خاکستر حقیقتش. نمیدونم که این آتشه میزنه بیرون. گزارش های زیادی میرسه اینجا و اونجا که زد و خورد های مسلحانه در اطراف ایران در جریانه. قبلا تو چند تا برنامه پیش، یکی دو ماه پیش یادتون باشه، یه ماه پیش با برنامه افتخاری چند تا سند و مدرک و عکس آوردن که هر روز هر هفته دارن این به اصطلاح مسئولان نظامی و انتظامی و بسیج و اینا رو میکشن و الان هم همین بکش بکش ادامه داره و آخریناش هم در سیستان و بلوچستان بوده، مخصوصا در ایزه. در ایزه این روزا خیلی شلوغه، همونجا که کیان پیر فلک رو کشتند و جمهوری اسلامی هم میکشه، تیراندازی برخوردار مسلحانه است و جمهوری اسلامی کمافی سابق میگه اشرار، ولی اینا کسایی هستن که به دنبال گرفتن انتقام خون هموطن رو خودشون هستن. همین پیروز دیروز دو سه نفر دیگه هم در ایزه رو کشتن در تیراندازی متقابل و طبیعتا از نیروهای جمهوری اسلامی هم حتما تعداد کشته شدن که معمولا اینا اعلام نمی کنن. اما در آمریکا، آمریکا یا یه ذره الان دارن گرفتار انتخابات میشن، دو تا حالت هم داره، یا آخونده توی این فرصت یه نفس راحتی میکشن چون در واقع آمریکایی ها درگیر انتخابات میشن، رئیس جمهور درگیر انتخابات میشه، یا برعکس یه اتفاق، یه اقدام، یک حرکت علیه جمهوری اسلامی انجام میدن که در واقع بتونن رأی بیارن. این الان واقعا 50-50 است. انتخابات امسال یه انتخابات بین، یعنی میگم امسال انتخابات به هر حال سال آینده انجام میشه، مبارزات انتخاباتی که الان شروع شده، یک حالت استثنایی در تاریخ آمریکا داره. چرا؟ که یک رئیس جمهوری یه دفعه رئیس جمهور شده، دور دومش باخته و باز
اومده به صحنه برای اینکه دو مرتبه انتخاب بشه. به ندرت چنین چیزی اتفاق افتاده. آخریش من فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم قبل از آقای ترامپ آقای جورج بوش بود، جورج بوش پدر، وقتی باختی رفت یه دوره چپور بود رفت، آخرین بارش اون بود یه دوره ای. الان ترامپه. ترامپ یه موجود عجیب و غریبیه. ببینید این عکس وقتی خواستن امروز چهارشنبه زندانش کنن، برای اولین مرتبه در تاریخ آمریکا رئیس جمهور سابق رو مثل مردم عادی که میگیرن در حال میبرنده توی زندان، اونجا اصلا عکس میگیرن و انگشت نگاری میکنن، برای اولین بار این اتفاق افتاد و این عکسیه که پلیس در زندان از آقای ترامپ گرفت. خیلی خوب، به نظر ما این عکس چیه؟ خیلی زشت. و من که نگاه کردم گفتم این چیه، این چیه؟ خندیدم، باور کنید خندیدم، دروغ چرا؟ برای که توجه بفرمایید، این عکس داره میلیون ها میلیون دلار برای آقای ترامپ پول میاره. باورتون میشه؟ بابا این هنر پیشه است، این به حضرت عباس جینیسه، نابغه است. این عکس گرفته میگه که چند روز پیش گله میکرد، میگفتش که این تلویزیون ها مثلا فاکس که رفیقشه، تلویزیون فاکس، شبکه فاکس، و عکسای زشت من چاپ میکنن، چرا چونه منم جلو اومده. این عکس خودش گرفته، اومده اول از همه گوشتون صفحه اول سایت خودش، بعد به قدری از این عکس استقبال شده که چندین میلیون تیشرت، نمیدونم لیوان، هر چی که شما فکرش کنید سفارش داده شده که این عکس چاپ بشه و فروش بره در انتخاباتش، و از همین الان چندین میلیون سفارش گرفت آقای ترامپ. من گفتم این الان معلوم طرفدار ریگان ببینم، ریگان ترامپ ببینن دیوونه میشم، یه مرد دیوونه است چه اینجوری عکس گرفت. آقا این میدونه چیکار کنه، این میدونه چیکار کنه، این عکسی گرفته و خاتمی داره باشه. ترامپ یک رقیب، به نظر من این دفعه یک رقیب وحشتناکی برای بایدن، اگر بتونه از این جریانات حقوقی و دادگاهی و قضاییش بیاد بیرون. خب این عکس ازش گرفتن، 200 هزار دلار هم وثیقه گذاشت اومد بیرون، ولی همین عکس شاید هاش 200 میلیون دلار پول بیاره. آقای ترامپ این دفعه یه جوری دیگه ایه، و اول از همه تو حزبش، یعنی حزب جمهوری خواه، اصلا رقیب نداره. ابنرمال غیرعادیه فلان اینا، در حزب جمهوری خواه، بزرگترین حزب، یعنی به هر حال یکی از دو حزب بزرگ این مملکته، آدمی نیست که با این رقابت کنه. 8 نفر کاندیدی ریاست جمهوری از طرف جمهوری خواه ها بودن، هستن. اینا چهارشنبه یه مناظره کردن، دیبت داشت، یک مناظره تلویزیونی کردن. آقا همه جلو این لنگ مینداختن. مثلا از نماینده ها کاندیدای ریاست جمهوری پرسیده آقا اگر این مسائل قضایی فلان آقای ترامپ ادامه کنه، نه فلان بشه، شما آیا موافقید که با مسائل قضایی و حقوقی که این داره این کاندید حزب جمهوری خواه بشه؟ آقا از 8 نفر 6 نفر گفتن آره. میترسن، باور کنید میترسن از این. فاصلش با بقیه رقباش تو حزب جمهوری خواه از اینجا تا آسمونه.
تا کره مریخه. به همین دلیل روز چهارشنبه در مناظره تلویزیونی نیامد، گفت بابا اینا که بچه‌ن. اتفاقا تو اون مناظره من دیدم خیلی وقت گرفت، به نظر نیامد واقعا کسی خودشو بهشون نشون بده. یه سری آدمای متوسط بودن، حالا ممکنه یواش یواش یه آدمای دیگه توشون در بیاد شناخته بشن، آدمای متوسط بودن. و البته در مناظره بعدی در کالیفرنیا است فکر کنم ترامپ شرکت کنه. به هر حال دنیای عجیبیه. ترامپ به نظر من هنرپیشه بزرگیه و نبض مردم هم داره، خیلی مهمه، مثل خمینیه. حالا به طرفدار ترامپ بر نخوره، نه منظور حالا در تو کاتگوری مختلف. خمینی بود که دروغ میگفت و مردمشون باورشون نمیشد که یه آخون یه آیت الله دروغ بگه، حرفاش قبولشن دنبالش رفتن. خب مثلا ما فکر کنم آیت الله چه نمیاد دروغ بگه تو مثلا یا من با حجاب مسئله است جمهوری اسلامی نیست، هر کی بخواد میتونه هر جوری دلش خواد بگرده و من میرم در قم میشینم. مثلا خریدن خونه مسئله ما، مردم خونه مسئله شون نیست، ما هم خونه میدیم اما عاقبت میدیم. خب مردم باید که آیت الله نمیاد دروغ بگه که دیم اصلا دروغ اردازترین دروغگوترین شخصیت تاریخ معاصر ایران یا آیت الله به نام خمینی. ترامپ هم حرف مردمی، حالا آیت الله نیست، حتی یه جورایی هم آیت الله است، مثلا به هر حال خیلی متأثر نسبت به مسیحیت، نمیدونم طرفدارش سفید پوستن، نمیدونم بیشتر سفید پوست هستن دیگه، بعد آمریکا آمریکا میکنه یه ذره به نظر میسه. حالا طرفدارش نزیدن سر من ها، این کل قضیه است که من دارم، یا یه ذره مثلا طرفدار نجات پرستیه، علنا که نمیتونه بگی که اینجا پدرش در میارم، ولی که به هر حال سفیدا دنبالش هم بیشتر. خلاصه این زبون مردم رو بلده، همون جور که خمینی میتونه صحبت کنه. حالا که ملت به من رأی دادن، به من اطمینان کردن، من میزنم به گوش آمریکا، میزنم به گوش شاه. بچه شاعر شد خمینی، به حرف یه جمله بلد نبود فارسی بگی، بچه شعرم میگفت. بگذاریم و برگردیم به ترامپ. ترامپ به نظر من یه آدمیه که رگ مردم داره و به زبون مردم صحبت میکنه. یه سری طرفدار داره مثل همین طرفدار خمینی و خامنه‌ای که نمیفهمن قضیه چیه. این میاد چی میگه مثلا امروز؟ امروز میگه که هی مردم، اونا دنبال من نیستن، دنبال شما هستن مردم، و من در واقع یه سدی هم مانع از این که دستشون به شما برسه. خب یاروس گردن خوده توی سفید پوسته ردنه که نجات قرص باورش میشه دیگه، راست میگن اینا میخوان دنبال ما بیان. این ترامپ که جلوشونو گرفته که بعد اگه بیاد ما میتونیم کارهایی که دلمون بخواد بکنیم. زبون مردم رو بلده. به نظر مثلا من شما، مثلا به نظر من مثلا خیلی ترامپ بی سواده. حالا آقای بایدن رئیس جمهور هم زیاد آدم با سواده نیست. حالا ایش کنمشو فیلسوف تیم سنیشو دانشمند نیست. ولی که خب مثلا آقای ترامپ که رئیس جمهور آمریکاست، خیلی شهامت میخواد بیاد جلو دوربین چنین عکسی رو بگیره، ولی میگیره و میدونه چرا داره میگیره، میدونه با این عکس میلیون ها دلار پول جمع میکنه. این در واقع قیافه یه دهنکجی کرده به سیستم قضایی آمریکا و طرفدارانش دیلاوت عاشق چنین فیگوری هستن و میبینی که آرب انتخابات آقای ترامپ شده این قیافه. ترامپ میدونه چی کار کنه، کمان که آخوندا از اول میدونستن چی کار کنن، میدونستن نبض مردم کجاست، دست کدشان رو نبض مردم. از یه حق بازی که سالیان سال چند صد سال
روش کار کردن و باور مردم به دست آوردن، سوار مردم شدن و مردم دارن پول میدن. این آقای ترامپ هم از همون قضایی هست. اما هرچی باشه، من به نظر میاد ترامپ، به نظر میاد که اگر امروز انتخابات برگزار بشه ترامپ برنده میشه. چون اول از همه آمار قدر دقیقی نگرفتن دا، ولی که انقدر پیش در حزب جمهوری خواه و الان با این کارهایی که داره میکنه انقدر مطرح شده که فکر میکنم که اگه امروز انتخابات بود ترامپ و رأی فاصله رأی زیادی بایدن شکست میدن. حالا وقت زیاده، فرصت تا نوامبر آینده یک سال دیگه ببینیم دردایا تا کجا پیش میره. حیما رو ببینیم و برمیگه در خدمت هست. پرستیج، آنر، اکسلنس، these are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408 866 6400. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408 247 48 88. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایمون، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاه داماد ها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت گذاری، نمایشی از بهترین ساعت های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408 241 3755. کیترینگ لیلا در شمال کالیفرنیا از بی ایریا تا ساکرامنتو در خدمت شماست. با خدمات مجالس ما نگران پذیرایی از میهمانان خود نباشید، بلکه خود همچون میهمان لذت ببرید. تلفن 916 996 2719، وبسایت
leilacatering.com. Unique sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. خب با سلام مجدد برمیگردیم به خانه پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. خب جمعه است. جمعه معمولا روزی که با یه پنل داریم، پنل سیاسی از سه تن از نخبگان سه گروه متضاد همدیگه در مقابل همدیگه، گروه پادشاهی، گروه جبهه ملی و گروه چپ‌ها و کمونیست‌ها. امروز میگن که پادشاهی نیست. چی شده؟ میشه یه روز پادشاهی نباشه؟ آها، فواد پادشاهی میگن نیست. آها، من به من دادن امروز پادشاهی نیست. تعجب کردم بودم چی میگن؟ تو گوش من میگن. ببخش، شما نمیشنوید. بعد تکون خودم چی امروز پادشاهی نیست؟ خیلی آقای فواد پادشاهی که نماینده گروه پادشاهی بوده نیستن، مسافرت. خیلی خوب، خیلی آقای فواد پادشاهی بذار پشت سرش بگم مسافرت میره ها، خیلی زیاد. حالا این دفعه باز بیاد ببینیم که کجاها میره این هزینه مسافرت. ببین ما نشستیم اینجا که فقط بیام آقای صحبت کنن برن، ما فضول هم هستیم. دفعه دیگه که بیاد برست بپرسیم پولی همه سفرها رو از کجا آقای پادشاهی جور میکنه. خب اثار تالیسه کشت سعی شرف بزنیم. آقایون بله هستن، آقای بیژن من از جبهه ملی هستن، آقای اردلان مقدم از گروه چپ هستن. خدمت دوستان عزیز عرض سلام دارم. خیلی خوب، نمیخواد جواب بدید یا اگرم جواب بدید با صداتون من نمیشنوم، مهم نیست. سلام علیکم. خب بله، به شما هم سلام میکنیم و افعال پرسی میکنیم شما. اوکی. آقای بیژن خان شما درود فرمان خدمت شما و آقای اردلان و بینندگان گرامی. صدا هست؟ بله صدای شما هست، ولی صدای تقاطوق هم بود، تموم شد. بفرمایید. سلام خدمت شما آقای اردلان آن و صدای شما رو من ندارم آقای دلدار. صدای من ندارید آقای؟ الان بله بله هست. بله بله درست شده. خب آقای مهر، البته من امیدوارم که به هر حال از نظر اینترنت و سرعت اینترنت همه چی درست باشه، ولی که سوال الان در آستانه سالگرد ماجرای مهسا، قتل مهسا و بعد درگیری ها هست و من اشاره کردم در آغاز برنامه که یک بگیر و ببند سفت و سختی شروع شده. شما چه توصیه می کنید؟ چه اتفاقی قرار می افته؟ بله ببینید آقای دلدار، ما تجربه سال گذشته رو داریم. ما دیدیم که خب به خاطر اون قتل فجیعی که اتفاق افتاد، به خاطر فشاری که بر روی بانوان ایران برای 44 سال از پیدایش جمهوری اسلامی به خاطر مسئله حجاب و به خاطر هزینه زیادی که ما ایران دادن از اسید پاچی و پونز و تیغ کشیدن بر روی چهره های اونها بگیرید تا برخورد خصمانه گشت ارشاد که اونها رو مثل یک ارتش اشغالگر خارجی داخل این
ونای گشت ارشاد مینداخت، همه اینها یک بغضی بود که ترکید و خب اعتراضات هم بسیار گسترده بود. اما متاسفانه این اعتراضات چارچوب جامعه مدنی رو نداشت، شعارهاش تنظیم شده نبود و اون قشر خاکستری رو به اون اندازهی که لازم بود حکومت رو وادار به تغییر بکنه در خیابان حضور پیدا نکردن. من فکر میکنم از این تجارب باید درس گرفت و امسال باید جامعه مدنی چارچوب این مبارزه رو مشخص کنه، هدفهای به دست آمدنی و شدنی رو مطرح کنه و بر اساس اونها شعارهای محوری رو تنظیم کنه و قانع کنه قشر خاکستری رو که به خیابانها بپیوندن، وگرنه باز هم ما یک قیام کوری خواهیم داشت مثل قیام دیماه 96، آبان 98 و همین قیام آخر که البته این قیام کور نبود، این قیام شعار داشت، شعار زن زندگی آزادی رو داشت و به نظر من خیلی اعتراضات بسیار مترقی و حساب شده بود، اما استراتژی و تاکتیک نداشت. برای همین به اون اهدافی که میخواست مثل لغو حجاب اجباری یا انحلال گشت ارشاد نرسید. من فکر میکنم این تجارب رو ما باید ازش استفاده کنیم و با تعیین چارچوب و با تعیین اهداف و با تنظیم شعارها این سالگرد رو به پیشوازش بریم. خب آقای مقدم نظری شنوبالی چیه؟ چون حتی این مسائلی که الان آقای بیژن مطرح کردن برای خودم چند سوال پیش اومد، ولی که الان شما به همین سوال اولا آقای اردلان مقدم جواب بدید که چه خواسته، چه برنامه، چه چیزی در انتظاره. با سلام خدمت شما آقای مهران عزیز. ببینید یک موجود ارگانیکه، شما نمیتونید موجود ارگانیک از زیادی آینده پیشبینی بکنید، یه روال خاصی داره ولی نمیتونید پیشبینی بکنید. جامعه دچار التهاب‌های ناگهانی میشه، بالا میره پایین میاد بدون اینکه کسی انتظارش رو داشته باشه. شما اگه دقت کنید همین سال گذشته هیچ تا موقعی که مست بود هیچ کسی فکر نمی‌کرد اتفاق بیفته. زدها زن مثل مهسا دچار حوادث شدن، حتی کشته شد ولی اتفاقی در ایران نیفتاد، ولی کشته شدن یک نفر دیدیم که خونش باعث شد که جامعه به جنبش بیفته. این به خاطر همینه ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که مثلا هم همچین چیزی خواهد شد یا نخواهد. و مشکل این پیش بینی کردن، ولی چیزی که میشه گفت اینه که جامعه در کل الان با این نهضت به طرف یک حالت، یک خیزی برداشته به طرف دموکراسی، گوشه ای از دموکراسی، گوشه ای از آزادی خواهی، و تا حدودی هم موفق شده، شکست نخورده، موفق شده و داره سفت و سخت ادامه میده. ولی انتظار ما از این که این جنبش، این حرکت باعث سرنگونی رژیم بشه یک انتظار زیادیه. سرنگونی رژیم نیاز به تشکل داره، نیاز به سازماندهی داره، نیاز به اسلحه داره، نیاز به پول داره، نیاز به یک به اصطلاح وسایل بسیار داره که آگاهی رو ببره به میان مردم، که اینها متاسفانه الان در جامعه ما وجود نداره. ممنون. اولا آقای مهر، این شما وقتی که با اون کامپیوتر تو بازی میکنید صداش میاد و بعدش تصویر شما، چون اتوماتیک هر جا صدا باشه تصویر میره اونجا، تصویر شما میاد وقتی که آقای اردلان صحبت میکنه. ولی که حالا بگذاریم از این توجهی که دوست داشتم شما بهش بکنید، اینی که آقای مهر شما فرمودید که نشد، ولی که من الان توی دنیای مجازی میبینم، تصاویر مختلفی میبینم، میبینم مردم اون مثلا خانما اون احتیاط، اون ترسی که از حجاب داشتن دیگه نداره حقیقتش. میبینم که اکثرا، نه اکثر مردم ها، ولی شاتایی که میبینم، تصاویری که میبینم توشون، خانمایی هستن که اصلا روسری سرشون نیست، تو خیابونه،
یا مثلا دنبال یه چیزی میدوه رو سر سرش نیست. یه جاهایی رو به نظرم تو همین چیز کوچولویه که البته به نظر نیست کوچولوه، مسئله حجاب، خانم‌ها به یه موفقیتای رسیدن نرسیدن. چرا؟ ببینید یکی از دستاوردهای این جنبش همین ادامه مقاومت بی‌حجاب شدن خانم ها و مهمتر از اون بی‌حجاب شدن جمهوری اسلامیه. ببینید جمهوری اسلامی دیگه هیچ وقت نمیتونه به قبل از 25 شهریور سال گذشته که قتل مهسا رخ داد برگرده و این به اصطلاح شاید بزرگترین دستاوردش همین شجاعت زنان در مقابل جمهوری اسلامی، ادامه مقاومتشون در مقابل جمهوری اسلامی و به نظر من پیروزیشون در آینده بسیار نزدیک در همین مسئله حجابه. آیه دلدار، ببینید جمهوری اسلامی از سال 1178 که اعتراضات بر علیه شروع شد، از کوی دانشگاه، سال 88 انتخابات و اون کودتای انتخاباتی که اتفاق افتاد، دیمای 96، آبان 98، این همه هزینه روی دست مردم ایران گذاشته شده اما دستاوردی نداشته. جمهوری اسلامی یک سانتی متر هم عقب نشینی نکرده و برای تمام مشکلات و خواستهای حق طلبانه مردم غیر از سرکوب هیچ جواب دیگه ای نداشته. ولی الان میبینیم که سرکوب هم دیگه کار نمیکنه. بنابراین این موفقیت بزرگیه که این مقاومت در ایران نهادینه شده، مقاومت زنان. البته این مقاومت سالهاست که در جریانه، از همون روز اول، روز زن، اولین روز زن پس از انقلاب که 17 اسفند 57 بود برابر با 8 مارس 1979 زنان به خیابان ریختن و جمهوری اسلامی هم آمد و اون سنگر حجاب رو با شعار منحوس نروسری نتوسری فتح کرد و از اون زمان نصف جمعیت ایران مورد ظلم قرار گرفت. یعنی حق نصف جمعیت ایران رو با این حجاب اجباری گرفتن ولی مقاومت زنانه همیشه بوده، مقاومت مردانه بوده که نبوده. ولی الان میبینیم که مقاومت مردانه هم داره شکل میگیره و این جمهوری اسلامی در سرکوب مسئله حجاب داره روز به روز ضعیفتر میشه و این پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامیه. چون جمهوری اسلامی میدونه اگر سنگر حجاب رو از دست بده دیگه جمهوری اسلامی نیست، کمون که همین الان هم جمهوری اسلامی تفاوت عمده داره با قبل از شهریور سال گذشته. خب آقای اردلان، معمولا اینجوری بودی جمهوری اسلامی هر وقت صحبت از این شده، شما توجه به سوال از جناب علی هم از جناب مهر که اعلام بشه در فلان روز با فلان کار میکنیم، معمولا رژیم با تمام قدرت آماده است اون رو سرکوب. یعنی شما در واقع دارید بهش آیا آماده باش میگید، میگید یک تکشن روزی اتفاق میفته، فکر میکنید با این آماده باشی که الان تمام دنیای مجازی، سازمان ها، تشکیلات مبارز، اپوزیسیون دارن به جمهوری اسلامی میدن در سالگرد مرگ کشته شدن مهسا امینی اتفاق میفته آقای اردلان؟ ببینید یکی از اشتباهایی که خود اپوزیسیون میکنه به دام همین شعارها میفته. اکثر این آماده باشها از طرف اتاق فکر خود جمهوری اسلامی بیرون داده میشه برای اینکه مردم رو به جاهای خاصی بکشونن در زمان خاصی که قابل کنترل باشه. مبارزه اصلا اینطوری نیست با یه رژیم. که شما هیچ وقت به رژیم نمیگید که من کی میخوام و در کجا میخوام دابون. این پس خواست خود رژیمه. رژیم داره مردمو بازی میده و متاسفانه بعضی از اپوزیسیون هم با شعارهای توخالی میفتن دنبال همین رژیم، چون مبارزه کردن بلد نیستن. ما چرا باید به رژیم آدرس بدیم که ما کی میخوایم بیام تو خیابون و کجا میخوایم بیام تو خیابون؟ چرا باید اصلا این کارو بکنیم؟ مثلا لزومی نداره ما به رژیم آدرس بدیم. یکی از ویژگی های این جنبش همین بود که رژیم آدرس نداشت. سال گذشته در جاهای یک مرتبه تظاهرات میشد که رژیم انتظارش رو نداشت و برای همین نمیتونست به موقع سرکوب بکنه و بعدن فهمیدن که این بچه هایی که میرفتن این تظاهرات ها رو میکردن از چه سیستمی استفاده میکردن که بدون اطلاع رژیم به هم خبر میدادن که کجا بریم
امروز کجا تظاهرات، امشب کجا بریم، تو چند نقطه بریم، تو نقاط مختلف میرفتن تظاهرات میکردن. آخه چه دلیلی داره الان واسه یه همچین جنبشی، واسه یه همچین حرکتی شما یه دفعه بگید برید تو میدون انقلاب یا تو میدون آزادی جمع بشید که چی بشه؟ مگه این یک رژیم دموکراته که شما اجازه تظاهرات داشته باشید برید در یک جا جمع بشید؟ اینم که بیکار نمیشینه که، اینم نیروهاشو میریزه اونجا، ولی خودش اینو میخواد برای اینکه این براش قابل کنترل میشه و داره رژیم با این کار مردم رو فریب میده و نباید به اصطلاح به این دام رژیم افتاد. آره من همین سوالم در همین زمینه که خوب خیلی تعجب دارم تو ما داریم میگیم فلان روز خوب اینا با تمام نیرو میگه آقای ایشان نظر شما چیه که این همه سر صدا شده برای تظاهرات در روز سالگرد درگذشت شهادت مهسا امینی؟ بفرمایید که این کار درسته به نظر شما؟ به نظر من کار درستی نیست. ببینید اگر مبارزه هدفمند نباشه، اگر خواسته ها مشخص نباشه، آخه ما بریم اونجا یه سری اونجا به کشتن بدیم مثل اون جوانان محلات تهران که تلویزیون ایران اینترنشنال درست کرده بود و اینها رو مردم رو تهیج میکرد و یه جایی میبرد همینجور که آقای اردلان گفتن مثل گوشت دم توپ ازشون استفاده میکرد و رژیم هم با آگاهی کامل از این اعلامیه‌ها میرفت اونجا هر کاری که دلش می‌خواست می‌کرد و نتیجهش این شد که 600 نفر کشته شدن، 18000 نفر هم زندانی داشتیم و صدها نفر هم چشم و اعضای بدنشون رو از دست دادن. یعنی این هزینه بسیار گزافی بود که به خاطر ندانمکاری و تهییج بیخودی و غیر لازم بعضی از این جریانات تلویزیون‌ها اتفاق افتاد. و این درسی که خدمت همون در اول صحبت هم خدمت هست کرد باید از اون گرفته بشه که ببینیم ما نباید هزینه بدیم. این چه میدونم فلسفه شهادت که شهادت خوبه اینا، یه جنرال آمریکایی میگه بله شهادت خیلی خوبه آدم برای کشورش کشته بشه، ولی از اون بهتر اینه که طرف مقابل برای اون کشور خودش کشته بشه. ما هم حالا چرا باید بی خودی هزینه بدیم و این هزینه رو با بی تدبیری و با تهییج بی خودی یه سری جوان، یعنی ببینید جوان شور داره، آزادی میخواد، دستش هم به جای بند نیست و این به سر شستشوی مغزی داده میشه که آقا ما بریم تهران رو فتح کنیم، نمیدونم رادیو تلویزیون رو فتح کنیم، اینجا رو فتح. خب شما رادیو تلویزیون رو فتح کردید، بعد میخواد چیکار کنید؟ وای میسید اونجا تا نیروهای نظام برسن همتون یا بکشن یا دستگیر کنن دیگه، خیلی از این که کار دیگه که نمیتونید بکنید. که شما رادیو تلویزیون رو وقتی میتونید فتح کنید که بگید آقا ما یک مجلسی اونجا آماده داریم، یک دولتی اونجا آماده است، یک طرحی است، یک برنامه‌ای است، ما رادیو تلویزیون رو فتح میکنیم برای اعلام اون. ولی فتح رادیو تلویزیون بدون هیچ برنامه‌ای غیر از هزینه چی داره برای این جنبش؟ ببینید و متاسفانه این صحبتایی که داره میشه، من با آقای اردلان موافقم که بعضی از اینها کار خود نظامه، این چون نظام اصلا چیزش اینه دیگه، به صورت تخصصش اینه دیگه، یه سری رو به عنوان سلطنت طلب میفرسته، یه سری رو به عنوان اصلاح طلب میفرسته و حتی تجزیه طلب میفرسته و همه اینها میبینیم که آخرش یک تله برای مردم مبارزی که واقعا رهبری ندارن، جامعه مدنیشون قدرتمند نیست، طرح و برنامه ندارن، استراتژی و تاکتیک ندارن و متاسفانه این هزینه‌های بیخودی رو دست ملت گذاشته میشه. البته من نمیگم نه تظاهرات نکنید، ولی تظاهرات باید برای یک خواست مشخص بشه، یک خواست شدنی و یک خواست عقلانی بشه که اون شماره مورد نیاز اکثریت خاموش که برای تغییر رفتار رژیم مورد نیاز هست به میدان بیاد. نه درست فهمید. استفانی چند تا پیام بازرگانی ببینیم و برگردیم ببینیم دوروبر ایران، شهرهای استانهای مرزی ایران خیلی شلوغه. ببینیم که اون چیزی که بعضی اوقات دوستان تو همین برنامه میگن، مثلا آقای اردلان، تازگی آقای پیشان افتخاری میگن جنگ مسلحانه، آیا این جریان آغاز یه چنین چیزیه؟ پیام رو ببینیم و برمیگم در خدمتون هستیم. Insurance companies do big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win.
We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استرنس کریک بولوارد روبروی هاندای استرنس کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سنحوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار، تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خشک و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی، تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است
و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. حالا خب به اینجا مسئله که میرسیم، خب امروز در نماز جمعه زاهدان همچنان تظاهرات هموطنان سیستانی و بلوچستانی ما ادامه داشت و مولوی عبدالحمید هم گفتش که خزینه کردن چندین میلیون برای 40 از خزانه دولت از پول مردم کار درستی نیست. مردم بعد از نماز جمعه در زاهدان شعار میدادن، شعارهای مختلف میدادن، از جمله شنیده شد مرگ بر خامنه‌ای. حالا آقای نمیدونم چی تموم کرد قبلش، آقای مهر بفرمایید که خب من معتقدم که به هر حال هیچ وقت انقلاب از قبل اعلام نمیشه که ما فلان روز میخوایم بیایم و انقلاب بکنیم و انقلاب پیش بریم، معمولا در غافلگیری، بلکه الان ما میبینیم که زمینه های غافلگیری آقای مهد کما بیش داره فراهم میشه. مثلا از زمان تظاهرات پارسا تا حالا هیچ وقت ایزه آروم نبوده، مرتب خبر از اونجا زد و خورد، بزن بزن، نمیدونم فامیل همون به اصطلاح پسر کوچولو رو پیر فلک و چیان رو کشتن و کشتها همچنان ادامه داره. یک آخری زده خوردش یک دو روز پیش بوده که باز دو سه نفر تو زده خورد کشته شدن، یکی هم قبلش کشته شده. بفرمایید در سیستان بلوچستان قبلا همینجوری بوده، هر روز هم با خودت تظاهرات زده خورد در کردستان هم هست. فکر میکنید که آیا رفته رفته داره کار به جایی میرسه که مردم رو به جنگ مسلحانه دارن میارن؟ امیدوارم اینطور نباشه آقای دلدار، برای اینکه ببینید جنگ مسلحانه توازن میخواد، توازن مقاومت نیاز داره. ببینید الان جمهوری اسلامی، حالا شما با همه اختلافات و با همه به اصطلاح مشکلاتی که داره، ولی به هر حال یک سری هوادار داره. حالا بگید 1% جمعیت کشور هوادار جمهوری اسلامی هستند، همین 1% مسلحن، هم مسلحن هم معتقد، اعتقادشون هم به نظر من بدتر از سلاحشونه و نیرویی که بتونه با در مقابل اینا ایستادگی کنه فعلا وجود نداره. ببینید من اینها همه شرایط عینی و ذهنی میخوان، الان ممکنه شرایط ذهنیش وجودش بشه اما شرایط عینیش وجود نداره، برای اینکه توازنی وجود نداره. جمهوری اسلامی برای هر 100 نفر یه آدم مسلح داره. خب شما چجوری میتونید با یه همچین دستگاه نظامی خونخوار جنایتکاری بتونید مقابله کنید؟ آموزش نیاز دارید، سلاح نیاز دارید، طرح نیاز دارید، برنامه نیاز دارید. حالا اگر این گروه هایی هم که به هر حال مسلح هستن، مثل بعضی از احزاب کرد یا مثل بلوچستان که چند گروه هستن، جیش العدل و از این چیزایی که میان مرزبان ها رو میکشن، از این کاری درستی میکنن، اینا رو جمهوری اسلامی توانایی سرکوبشون رو داره و این که جمهوری اسلامی یک حمام خون ایجاد کنه و هزاران نفر رو بکشه هیچ عبایی نداره، برای اینکه خاصیت و ماهیتش اینه. بنابراین من امیدوارم که این اتفاق نیفته. راه
نجات کشور، حضور قشر خاکستری، حضور اکثریت خاموش هست. اون شماره مورد نیاز میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار و برکناری حکومت بکنه. هرچی اون تعداد بیشتر باشه احتمال موفقیت مردم بیشتره، اما اون نیازمند طرح شعارهای جامعه مدنی توسط جامعه مدنیه که الان هست، وجود داره و خیلی هم خوب داره کار میکنه به نظر من. اما حمایت همه جانبه نه از طرف اپوزیسیون ازش میشه، نه از طرف جامعه جهانی میشه و نه خود قشر خاکستری توجه زیادی بهش میکنه. اگر ما بتونیم این سه مانه رو برداریم، باور کنید آقای دلدار، کار این رژیم رو ساختن آنقدر هم که همه فکر میکنن مشکل نیست. بسی جناب آقای بیژن‌مهر، آقای اردلان مقدم، جناب علی نظرتون چیه در مورد سوالی که مطرح کردم، جنگ مسلحانه ای در پیش هست نیست؟ چون ابعادش در روز به روز زیر به نظرم میرسه وسیع‌تر میشه برخوردا. بفرمایید. شما یک صحبتی فرمودین قبل از تبلیغات که گفتین من، یعنی من معتقد به جنگ مسلحانه است، آقای بیژن‌مهر، آقای افتخارم این حرفو زدن. نه من معتقد نیستم، من نگفتم معتقدم. آقای افتخاری، بیژن افتخاری این حرف رو زد. بعد من معتقد به جنگ مسلحانه نیستم، من معتقد به مبارزه مسلحانه. مبارزه مسلحانه با جنگ مسلحانه خیلی فرق میکنه. شما فقط میخواید بجنگید و با اسلحه بجنگید، هیچ به اصطلاح تشکیلاتی ندارید، هیچ برنامه سیاسی ندارید. ولی مبارزه مسلحانه در واقع یک مبارزه است که برای یک هدف سیاسی داره انجام میشه و در راه اون هدف سیاسیه که شما مسلح میشید. حتما هم نباید سعی کنید به درگیری بکشه. شما مسلح هستید برای اینکه رژیم طرفتون هم مسلحه. شما باید مسلح باشید برای اینکه با یه رژیم مسلح درگیر هستید. ولی اینی که یک گروه کوچیک مسلح بتونه یک رژیم رو سرنگون کنه، نه، این غیر ممکنه، این امکان نداره. اما الان در ایران وضعیت طوریه که یک گروهی که بخواد حتی روشنگری کنه در جامعه، وقتی با برخورد سپاه و برخورد وزارت اطلاعات روبرو میشه، اگر باشه میتونه از خودش دفاع کنه، میتونه دفاع مسلحانه بکنه و در روشنگریش ادامه به روشنگریش ادامه بده، راه خودش رو ادامه بده. و من برخلاف آقای مهر معتقدم که یک رژیم دیکتاتور ددمنش فقط با خواست مردم سرنگون نمیشه، با خواست مردم عوض نمیشه. الان خیلی از مردم هستن که این رژیم رو نمیخوان. ممکنه 2% در جامعه طرفدار داشته باشه رژیم، ولی قدرتش رو داره که با بقیه مردم همونطوری که گفتن مقابله بکنه. پس مردم هم باید این قدرت رو پیدا بکنن. این نیست که مردم نخوان یا شعار بدن که ما نمیخوایم. رژیم خیلی محکمتر از این حرف هست. رژیم اصلا برای نظر مردم ارزشی قائل نیست، پشیزی قائل نیست. و رژیم از مردمی که مسلح نباشن، از مردمی که قدرت پشتشون نباشه، هیچ ترسی نداره. مردم متشکل و مسلحن که رژیم رو میترسونن. ولی مردم با شعار دادن و با تو خیابون اومدن و فردا هم تو خیابون نشستن نمیتونن رژیم رو سرنگون کنن. یک دنیا ممنون آقای مقدم، یک دنیا ممنون آقای بیژن‌مهر، سپاسگزارم آقای امیرخان شهرتی کارگردان فنی گپی خودمانی با ستار دلدار در تلویزیون ملی پارس. برای تشکر و شما تماشاگران عزیز دارم که با ما بودید و یک سپاس دارم، سپاس بیکرام و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران کنم. شب سو خوش. پاینده ایران.